کاروان در حال خروج از شوروی تا پاکستان و طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: کاروان در حال خروج از شوروی تا پاکستان و طالبان. کاروان تانگهای هاموی طالبان و قطعات پاکستان در مسیر جاده پنجشیر که در حال خروج از وادی پنجشیرند. این قطار در حال خروج، تسلحات سنگین ارتش جهل شوروی در دهه 80 میلادی را به یاد می آورد. شوروی ها در هر دوره یورش همزمان هوایی و زمینی بر پنجشیر 500 تا 800 تانگ سنگین را داخل دره می ساختند. وقتی جنگ چریکی شدت می گرفت، فرماندهی شوروی متوجه می شد که موجودیت این همه وسایل حربی سنگین در جنگ کو و کمر بی تاثیر است و خطر تصرف آن به دست چریکی ها بیشتر می شد. پس راه کابل را در پیش می گرفتند. حالا نیز همان مهادله اجرا می شود. طالب پوشش سنگین هوایی ندارد و صدها تانگ را داخل کرده بودند که مقاومت را صفر بسازند، اما بجز تسلط بر خط جاده و دامنه های کم ارتفاع، دره های فرهی هیچ دست آوردی حاصل نشده و با افزایش زخم زنی های چند طرف از سوی مقاومتچی ها، خطر شکست و عقب نشینی پررنگ شده است. این سلاح‌ها را خارج می کنند تا به دست نیروهای مقاومت نیفتد. زمستان پیش رو، سرنوشت طالبان در پنجشیر روشن خواهد شد. در همین حال، به نقل صفحه رسمی ضیا سلیمانی، پنجشیر به طور کامل سقوط نکرده است و انشاءالله سقوط هم نمی کند. فقط 60% پنجشیر را طالبان پاکستانی اشغال کرده اند و 40% پنجشیر دست جبهه مقاومت ملی افغانستان است. هنوز هم امید داریم. اول به خدا، دویم به آمر جوان بازماندهی قهرمان ملی. در زمان شوروی رضا دقدی خبرنگار ایرانی چنین گفت: 99% پنجشیر را شوروی ها اشغال کرده بودند. فقط 1% مانده بود که او هم دره پارنده بود و آمر صاحب شهید در صورتی که شوروی ها بسته پنجشیر را اشغال کرده بودند، هنوز هم امید به خدا داشت و می فهمید با یک دره پیروز می شویم. شکست را هیچ وقت قبول نمی کرد. و حال هم ولو که بسته پنجشیر سقوط کند، یک روز پیروز می شویم و دوباره پنجشیر را می گیریم. ناگفتن نماند، فراموش نمی کنم در سقوط پنجشیر چه کسانی دست داشت و چه نامردان آمر جوان را فروختند. روز حساب تک تک آنانی که در سقوط پنجشیر دست داشتند می رسد. انشاءالله او روز نزدیک است. در همین حال، و نقل از صفحه رسمی خبرگزاری دید، ابرقدرت امریکا جادوی خود را از دست داده
و کشورهای منطقه در حال یافتن چگونگی واکنش هستند. برای منطقه خاورمیانه که ظرف 20 سال اخیر شدیداً تحت تاثیر جنگ آمریکا در افغانستان بودند، خروج اخیر نظامیان آمریکایی از افغانستان عملاً یک نقطه عطف جدی برای آن خاورمیانه خواهد بود. واشنگتن پست همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، برخی تغییرات دیگری نیز در منطقه خاورمیانه در حال وقوع است. منطقه‌ای که کشورهای مختلف در آن در حال بررسی فرصت‌های جدید جهت مشارکت و همکاری هستند، این رویکرد جدید در شرایطی در دستور کار کشورهای منطقه خاورمیانه قرار گرفته که این باور در میان بازیگران مختلف در این منطقه تقویت شده که ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت برتر جهان دیگر آن صد هست قدرتی را که بیشتر داشت ندارد و چندان نمیتوان به آن در معادلات منطقی و بین المللی تکیه کرد. این آرایش های جدید منطقی کمک زیاده می کند تا سطح فشارها و تنشها در منطقه خاورمیانه کاهش یابد. منطقی که در سالهای اخیر شدیداً درگیر تنش و رقابت و ناآرامی بوده است، در شرایط فعلی کشورهای خاورمیانه‌ای به نحوه فزاینده سعی می کنند که تا مشکلاتشان را خودشان حل کنند. در این مسیر آنها بیش از این که به قدرت نظامی آمریکا تکیه کنند، سعی دارند تا از طریق پیوندهای اقتصادی منطقی چالش‌های پیش روی خود را مخاطب قرار دهند. در این میان برای آمریکا این خطر وجود دارد که شاید برخی کشورهای خاورمیانه و سمت چین متمایل شوند و این کشور را جایگزین ایالات متحده آمریکا و عنوان یک شریک امنیتی مطمئن کنند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.